دوستان عزیز کتاب لافمد دو بولانژه زن با نوشته مارسل پانیال خدمت شما تقدیم میشه پانیال به عنوان بهترین نویسنده قرن بیستم فرانسه شناخته شده و در سال 1895 در اوبانگ متولد شد و در پاریس در 1974 از دنیا رفت نویسنده نمایشنامه نویس و همچنین فیلمساز و کارگردان بود و کتاب دیگری داره که کتاب بسیار جالبیه به اسم دختر چشمه در ایران با ترجمه استاد سروش حبیبی چاپ شده نشر چشمه من ترجمه این کتاب رو شروع کرده بودم تا پنجا صفحه پیش رفته بودم که دیدم پشت ویترین کتاب ها با ترجمه استاد حبیبی در واقع این کتاب منتشر شده زن رو سالها پیش ترجمه کردم و فرستادم ایران برای اینکه چاپ بشه و این نسخه بعد از اینکه ویرایش شد و هزینه ویرایشش پرداخت شد گم شد توسط دوستی که زحمت کشیده بودند برای اینکه کارهای چاپش رو انجام بدن و من این کتاب رو مجددا ترجمه کردم و بعد از ترجمه دوم بود که متوجه شدم که این کتاب در سال 1364 در ایران توسط انتشارات نیلوفر به چاپ رسیده بعد از اینکه متوجه شدم این کتاب چاپ شده اون هم با ترجمه محمد قاضی از چاپ اون صرف نظر کردم و فقط به صورت صوتی اون رو خدمت شما تقدیم می کنم. کتاب دختر چشمه که اصل فرانسه اون هست جان دو فلورت و بخش دومش منام دو سوخس در واقع فیلمش تهیه شده با بازیگری دو قول سینما جرارد پاردیو و ایو مونتان و در اینترنت قابل دسترس هستش اما با وجود فیلم خود کتاب چیز دیگری است و دوستانی که علاقه دارن کتاب خوب بخونن این کتاب رو من خدمتشون توصیه می کنم دختر چشمه نوشته مارسل پانیول انتشارات چشمه کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند زن نانوا نوشته مارسل پانیال ترجمه پرهام در به ورودی مدرسه رو به میدان دهکده است بچه ها تا در مدرسه به صف می آیند و بعد به محض خروج از در ناگهان مثل گنجش پرواز می کنند آقا معلم آخرین نفری است که خارج می شود و در مدرسه را پشت سر می او خیلی جوان است احتمالاً از یک مدرسه دولتی فارغ و شده و گویا معلمی در این مدرسه اولین پست کاری اوست به سمت صندوق پست می رود با کلیدیان را باز می کند روزنامه لپتی پروانس را بر می دارد. این روزنامه در واقع روزنامه چپ های فرانسه بود اون زمان و در همین اسناد دهخانی به او نزدیک می شود و سلام می کند دهخان سلام آقای معلم معلم در حالی که بنده دور روزنامه رو باز می کند سلام پدوک چطوری؟ پدوک؟ با حجب خیلی خوبم آقا معلم خیلی خوبم میخواستم ازتون یه خواهش کوچیک داشته باشم معلم؟ بگو پدوک؟ شما کازمی رو می مدیر کافه که سیگار فروشی داره؟ بله خوب؟ او باید بهش بگیم که یه سگ مرده تو چایش افتاده چای کافه کاسوتی با چشای خودش دیده که سگ افتاده اون تو خوب اگه اینو بهش نگیم روز یک شنبه این آبا با مشروب به خوردمون میده پس حتما باید بهش بگیم خب چرا کاسوتی بهش نگفته نمیتونه دعواشون شده 20 سال پیش تو سربازی با هم کدک کاری کردن اینه که با هم قهرن با این حال تو اون کافه مشروب میخوره خب بله اما هرگز با حرف نمیزنه سفارشش رو فقط به گارسون میده منم همینطور منم با کازیمیر قهرم آخه چرا؟ آه این حکایت قدیمیه پدرم با پدرش قهر بوده پدر هم با پدر بزرگش قهر بوده تازه پدر بزرگامو نمیدونستن چرا با هم قهرم چرا؟ چون؟ قضیه خیلی قدیمی تر از این حرف خب حتما موضوع مهمی بوده حتما دلیلی داشته واقعا که اینجا دهکده احمق هاست. نه آقا معلم این دهکده جایی که مردم هم عشق نام دارن همین آره چارتا تا کچل همه با هم قهر البته ما هم دیگر رو تو کافی یا تو سرود جمعی کلیسا میبینیم ولی فقط اونایی که قهرن با هم حرف نمیزنن باشه من به کازیمیر میگم اما اول باید نون نون باید جدید رو امتحان کنم یعنی همین امروز صبح شروع به کار کرده؟ آره نونه اولین تنور بعد حدود ساعت یازده یا بیرون باشه منم خراب آب میدم مد میام اونجا باشه به کازیمیر میگم بهش نکن که من بهتون گفتم میدونی ممکنه مردم بعد فکر کنن هفت در میاد او دور میشود معلم شانه ای بالا میاندازد و به راهش ادامه میدهد سر پیچ خیابانی با آقای کشیش روبرو شود و سرش را برمیگرداند ولی کشیش به سمت او میآید کشیش بسیار جوان و متشخص است و عینکی با قاب طلایی به چشم دارد کشیش ببخشید آقای معلم دو کلمه حرف با شما داشتم اگر برایتان اشکالی نداشته باشد معلم خوشکش میزند به هیچ سگ میتونه بسخف نگاه کنه آقای کشیش هم میتونه با آقای معلم حرف بزنه کشیش در جا میخکوب میشود علا رقم لحن غیر محترمانه پاسخ شما وظیفه که بر عهده دارم به من حکم میکنه که مکالمه رو ادامه بدم ببخشید که فکر میکنید با لحن غیر محترمانه با شما حرف زدم ولی من این برداشت شما رو تایید میکنم اما دلم میخواد خاطر نشان کنم که در لحظه ورودم به اینجا یعنی اوایل اکتبر دو بار در یک روز با شما برخورد داشتم بار اول صبح بود در میدان کلیسا بود دقیقا من سلام کردم و جواب ندادیم دفعه دوم جلوی کافه نشسته بودید و لیوان بزرگی مشروب جلو شما بود باشه من بهتون سلام کردم در حال که کلاه از به احترام بلند کرده بودم یک کلاه لبدار بود کاملا درسته جوابمو ندادین چرا؟ کشیش با قیافه جدی چون من شما را ندیدم بله؟ و شما را ندیدم که به من سلام کنید چون نمیخواستم شما را ببینم به چه دلیل؟ من وارد این دهکده میشم شما هم هرگز منو تا اون لحظه ندیدین من با ادب تمام سلام میکنم شما سرتون رو برمیگردونین بعد بدون اینکه منو بشناسین به من بیمحلی میکنین کشیش با خنده آمیخته به تمسخر <applause> نه آقا من شما رو میشناختم معلم گزارش سوابق من از مقامات عالی کلیسا رسیده بوده نخیر مطلقا آقا یعنی سرورم اسقف کارهای مهمتر و شریفتر از تهیه گزارش درباره شخصیت و خلقیات معلمهای لا مذهب در دست دارم به علاوه کار سنگی نیست که هیچ دلپذیر هم نیست من خبری در مورد شما دریافت نکردم و نیازی هم به آن نداشتم چرا که شما معرفی نامه خود را با خود حمل میکنید چرا چون رو پیشونیم نوشته که توهکارم لطفا حرف در دهان من نگذارید خیر آقا خیر مطلقا روی پیشانی شما چنین چیزی نوشته نشده خیر علاوه حتی کسی که تبهکار باشد می تواند با رعایت دقیق فرمایشات بانوی مقدس ما مادر کلیسا روح خود را باز پس بخرد اما قضیه ارتباطی به پیشانی شما ندارد چیزی که باعث شد در اولین نظر بتوانم نقاب از چهره شما بردارم این روزنامه است که از جیبتان بیرون زده یعنی لپتیپ خوانس کشیش با حالتی برافروخته ادامه میداد انکار نکنید آقا من اون را دیدم شما روزنامه لپتیپ خوانس را میخوانید معلم آرام با لبخم؟ بله که میخونم من روزامی لپت پخوانس رو میخونم اصلا آبونه اون روزنامه هستم آبونه پس دیگر چیزی کم نداریم انتظار نداشتید که من روزنامه صلیب رو بخونم کشیش با قاطعیت چرا آقا انتظار داشتم اگر آن را میخواندید احترام بیشتری بیش من داشتید در آن روزنامه به سرچشمه اخلاق و ایمان دیگری دست میافتید و مسلما گواروی بیشتری در آن میافتید تا سرگشتگی های خیر سرانه یا روزنامه هایی که خدا در آن حضور ندارد برای اینه که من اینجا نگه داشتید؟ برای اینکه من مشتری روزنامه صلیب بکنی؟ نه آقا من شما رو متوقف کردم تا وظیفتان رو به شما زد کنم آن هم نه در ارتباط با خودتان چرا که به نظر میرسد رسد یارای اندیشیدن به رستگاری ابدی خود را ندارید اما می تکلیف شما را در قبال شاگردان مدرسه متذکر شوم. یعنی همین بچه هایی که دولت به شما سپرده است آن هم شاید با کمی بی احتیاطی. شک نیست که سال خورده ای که شما باشین باید جوون نادانی مثل منو نصیحت کنه البته آقا هر چند ما تقریبا همسن هستیم ولی فکر می کنم مراقبه و ارتقاء روزانه روح من از طریق دعا تجاربی از زندگی به من بخشیده که جنابالیان را در کتاب های ضد مسیحیت نیافته اید. من تصور می کنم شما باید به تازگی از یک مدرسه معمولی فارغ و تحصیل شده باشید. گمانم شما به تازگی از مدرسه ابتدایی مذهبی بیرون زده باشین. به هر حال مهم نیست آنچه که میخواهم مطرح کنم مسئله بسیار با اهمیتی است شما چند روز پیش دقیقا همین پریروز مطلبی را در مورد ژان دارک درس دادهاید خوب آره برام جالب نبوده ولی جزء برنامه درسیه کشیش با حالتی درهم خوب ضمن درس در مقابل شاگردان این عبارت را به کار برده اید چوپانی از اهالی دمرمی بود یک روز که مراقب گوسفندانش بود تصور کرد که صدایی میشنود آیا این عبارتی که شما به کار بردید این دقیقا چیزی که من گفتم کشیش با لحنی جدی آیا به مسئولیتی که با گفتن عبارت تصور کرده به دوش گرفتید فکر کرده اید؟ اتفاقا فکر میکنم که از بدوش کشیدن هر مسئولیتی احتراز کردم من گفتم که جاندار تصور کرد صدایی میشنوه یعنی تا جایی که به اون مربوطه صدا رو به وضوح شنیده اما تا جایی که به من مربوط میشه من چیزی در موردش نمیدونم چطور چیزی نمیدانید؟ عجب آقای کشیش من که اونجا نبودم کشیش با تلخی چطور اونجا نبودین؟ معلم لا اله الا الله بابا من در سال 1431 هنوز متولد نشده بودم آها سعی نکنید از زیر حرف خودتان در بروید شما حق نداشتید بگویید تصور کرد میشنود شما حق انکار یک واقعیت تاریخی را ندارید شما باید میگفتید ژان صدا رو شنید ولی حواستون باشه تایید چنین چیزهایی خطرناکه حتی اگر یک واقعیت تاریخی باشه به نظرم میرسه که اگر خوب یادمونده مونده باشه وقتی جان دارک در مقابل دادگاهی که رئیسش اسقفی بود به اسم کشون اعلام کرد که صدایی رو شنیده این آقای کشون محکومش کرد که زنده زنده بسوزوننش و در رون در میدون بازارچه این کارو کردن و علا اینکه همچین صدایی رو شنیده بود چوپان بیچاره رو تو آتیش سوزوندن و مرد پاسخ و بیاناتی در خور یک مشترک روزنامه ی ونسیال متوجه می شدم آقای محترم که نباید از چنین روح کودن و زمختی انتظار داشته باشم متاسفانه از اینکه خودم را در گره بحث بیهوده کردم که عمق بی ایمانی را بر من برملا کرد که جرأت تصورش را نداشتم خلاص عصبانی از این که من از جاندار کرد زدم که مطابق نظر شما متعلق به شماست اما آقای کشیش برای شما پیش میاد که گاهی پاتون رو توی محدوده من میذارین مثلا شما به بچه ها گفتین که من در تاریخ طبیعی اشتباه کردم سه عرصه وجود نداره بلکه چهار عرصه وجود داره کاملا درست است عرصه مواد عالی گیاهی حیوانی و انسانی و این از نظر علمی به اثبات رسیده است از نظر علمی اثبات شده که عرصه انسانی یک برداشت احمقان است من تصور می کنم که شما عالمید که اون رو در مورد خودتون حقیقت داره بپذیرید حق با شماست اجازه بدهید مرخص بشوم آن هم بدون خداحافظی چون من با حیوانات خداحافظی نمی کنم خودت چی؟ خودت فکر کنی چی هستی مار مولک ود رترو ستانا کشیش به لاتین دوشنام میده بهش معلم برگام شا در خیابان دهکده کازمیر بارنابه و آنتونین در حال بحث نزدیک میشوند آنتونین آخه این ستا نور هم به هیچ دردی نمیخورن اینا درست لب مزرعه تو وستدن حالا چی میشد اگه حرسشون کنی؟ تازه برای زمستون امسال چوب گیرت میاد؟ بارنابه در حالی که سر تکان میدهد اینا درختای منن اگه من دلم بخواد ترسشون میکنم تا نمیتونی مجبورم کنی درختامو ببرم اونم درختایی که تو ملک خود منن تونین درختای تو تو ملک تو هستن درست ولی سایهشون روی مزرعه من افتاده اونم به طور تمام و کمال درختها جای بدیم درست بغل جالیز من باعث میشه سر تا سر سال سایهشون روی سیفیجات من باشه و سایه با حرکت آفتاب مثل داس اسرائیل حرکت میکنه درختای تو سهم آفتاب منو میخورن و کسی حق نداره سهم آفتاب دیگری رو بخوره؟ کازیمیر پر نمیگه ببین بارنابه تقصیر تو نیست اما برای اون به هر حال درختوی تو جایی بدی واسدادن بارنابه شاید هم جالیزه اونه که جایی بدی قرار گرفته حالا اگه من شکایت کنم چی؟ اگه بگم درخت قشنگی دارم که نمیتونم زیر سایشون بشینم چون سایشون میره رو زمین اون بالاخره سایه درختو مال منه بعد میگم انتونی آره مال تو هستش و چون مال خودت لطف کن اونا رو از روی زمین من جمع کن ببر کازیمیر حالا درسته که به زبون خودش میگه ولی به نظرم میرسه که حق داره من امسال اسفناجای درست کاشتم خب رفیق نشونت بیدم که اسفناجای درشتم اصلا هم درست نشدن همشون شدن قدر شاهی برنبه اگه دلت میخواد برو شاهی بکار ولی به درختام دست نمیزنم آنتونین پکر باش میریم دادگاه و تازه تا اون روز هم گیگ حرف نمیزنم کازیمیر ای بابا آنتونین بارنابه شانه هایش را با بیعتنائی بالا میاندازد خب باشه میریم فکر میکنی فرقی برام میکنه برعکس موافقم اصلا تا ابد با هم حرف نزنه اگه یه روز دیدی باش حرف زدم یا جوابشو دادم حق داری توف تو صورتم بندازی کازی <سؤال> سر تکان میدهد هر سه در سکوت راهشان را ادامه میدهند ما هم دنبالشان میکنیم به در نانوایی که همه اهل ده در آنجا گرد آمده می میرسند میفر با چوب قلاب ماهیگیری ایستاده است همچنین پتو پاپه پیر که گوشش کرست و تقریبا وارفته آرسن قصاب با پیشبند و قلاف کارتهایش همچنین سلس مستخدم آقای کشیش خانم میت کشاورز فربه، دوشیز آنجل که مسئول سرود بچه ها در کلیساست فین پیر که ریش خاکستری کوچکی دارد دو سه تا دختر جوان و بچه ها همه آنها حال و هوای انتظار را دارند کازمیر به قصاب نزدیک می شود کازمیر خوب نونش خوبه قصاب داره آزار میشه معلم رفته یه نگاهی تو تنور رو بندازه آقای معلم از نانوایی خارج میشود میفر خب نظرتون چیه؟ معلم باب من که نونوا نیستم اما به نظرم میرسه این مرد به کارش وارده و نون خوشمزهی برامون میپزه میفر چیزی از تو تنور در اومده؟ معلم نه تا ده دقیقه دیگه دقیق در میاد قصاب از کجا بدونیم که نون خوبی از آب در میاد نانوا در حالی که از در خارج می شود چرا بعد نون بعد بپزم قصاب نمیگم نون بعد میپزی نه فقط میدونی که نون داریم تا نون اونی که قبل از تو نونوا بود یعنی لانج همونی که خودشو تو زیر زمین اینجا دار کشید نانوا وحشت سده یک قدم جلو می آید و با صدای آرام می گوید خوب گوش کنید هرگز از این ماجرا جلو زن من حرف نزنید اگه بدون جایی اومدیم که قبلا کسی اونجا خودشو حلقاویز کرده ممکنه ناراحت بشه و نخواد که ما اینجا بمونیم ساکت روشنه؟ بله فهمیدم سکوت بله فهمیدم سکوت سکوت پتوک سکوت میت به پاپه کر سکوت پاپه کجاست و با دقت اطراف را نگاه می کند نانوا خب حالا این لانچ قبل از اون که خودش رو آویزون کنه چی کار می کرد؟ میفر نون می پخت. ولی نوناش هیچ وقت مثل هم نبود قزمیر گاهی خیلی خوب بود گاهی اصلا قبل خوردن نبود برنبه مخصوصا صبح یک شنبه میدونی شنبه زیاد عرق رازیانه میخورد طرفای نصف شب وقتی باید خمیر و ورز میداد حالیش نبود چی کار میکنه معلم یه بار وسط نون یه تحصیگار پیدا کردیم انتونی یه دفعه دیگه صبح یک شنبه نون مزه عرق رازیانه میداد میفر بچه ها با خوردن شنگول شده بودن نانبا متأثر و شما این رو تحمل میکردین؟ بارنابه کاری از همون ساخته بود نانبا خب جای دیگه دنبال نون میگشتین ای بابا مدت این کار کردیم بارنبه نزدیکترین نونبایی تو ولسکه دوازده کیلومتری اینجا اونم از راه کوهستانی واسه یه هفته نون میخریدیم میت ولی ظرف چهار تا پنج روز اونا خوش میشدن و دندونامون میشکست انتونین اینه که ناچار بودیم به لانج پناه ببریم درسته که همیشه نون خوب نمیپخت ولی حداقل همیشه نون داشتیم نان با ساده لوهی. و من من چطوری میپزم معلم حق با اونه دیگه پیش از اون که قضاوت کنیم باید صبر داشته باشیم دوشیز آنجل نان با قبل از اینکه به اینجا کجا بودی نان با بودم بعدش هم رفتم بانون در آمدم بعد نبود محازه اونجا رقابت زیاد بود ستانونوا بودیم مثل اینجا دهکده کوچکی نبود شهر کوچکی بود و آدمای خوش‌ساقه هم اونجا کم نبودن قصاب پس خوش‌ساقا نخواستنت بعدش اومدی بیش ما نانوا به خاطر زنم اومدم اینجا تا خوشحالش کنم چون از سرما ناراحت بود و ارتفاع اینجا کمتره اما در مورد آدمای خوش‌ساقه اونا وقتی که می اومدم بهم گفتن نونوا ما به خاطر از دست دادنت همیشه افسوس خواهیم خورد مأمور مالیات و مدیر دفتر دادگاه صلح از کسانی بودند که این حرف رو به من زدند. حالا این هیکل که خوردن نون اون حلقاویز شده رمقش رو گرفته از من میپرسه که میتونم نون خوب بپزم یا نه اما اینکه نون من همیشه به همین خوبی هست یا نه من اولا مدت که عرق نمیخورم حتی شراب هم نمیخورم وقتی که به تقار دست میزنم واقعا خمیر رو تکون میدم و ورز میدم مطمئن باشید مواظب این نیستم که خودم رو خسته نکنم و بعدش این که متوجه میشین بر این که آدم یه نونوای خوب باشه و بتونه خمیر رو ورز بده حتما لازم نیست هیکل آدم اندازه یک قول بیابونی باشه فیلیکس آفرین نونوا حق با توه قصاب چرا گفتی آفرین نونوا چون حرف دل تو رو علیه من زد فیلیکس من با تو حرف نمیزنم نانوا به میفر اونا با هم دعوا دارن قهرن میفر جهنم هر دوشون احمقن من با هر دوشون قهرم نانوا چرا کازمیر بابا ویل کنی هر هیچ فایده ای نداره چیزی که مهمه اینه که واسمون نون بپزی که به خوبی خوشمزگی زنت باشه همین کافیه معلم آخ یاره صد درصد. صد نانوا خوشحال توقع این آقا زیادیه نونی به خوبی زن من راستش اینه که نمیدونم هرگز کسی تونسته نونی به دلپذیری زن من بپزه برنابه نون با در این مورد کاملا به حق میدم نانوا مسرور زنم خوشگله نه آنتونی او حرف نداره زیباست نانبا به میفر اینطور نیست قشنگه میفر آره آره چه جورم نانوا نظر شما چی آقا معلم زنم زیبا نیست معلم مسرور عزیزم اگه اون یه شب توی یه کوچه تاریک ناگان سعی می کرد لب منو محکم ببوسه مطمئنا ازش شاکی نمیشدم نانوا اینو برای شما آرزو میکنم اما نه برای خودم که زنم همچین کاری بکنه خب اگه نونی براتون بپزم که نصف دلپذیری زنم و داشته باشه راضی میشین؟ برنابه من که برام خیلی جالبه دوشیز آنجل برای زائقه من بهترین نون نونیه که به خوبی نون باشه چون زیبایی زنم موندنی نیست و مثل زیبایی گل ناپایه داره آنتونی اون چه باعث میشه چقندرهای پیر راضی باشن اینه که خطر پجمردگی واسه وجود نداره پتوک در حالی که بینیش را به شیشه نانوایی چسبانده و داخل را نگاه میکنه من فقط میدونم که اون واقعا خونشگله نانوا؟ خوشحالم که به نظرتون زن من سیباست. تازه تو لباس یک شنبه ندیدینش یا شب وقتی که آماده خواب میشه. صدای زن نانوا از داخل مغازه به گوش می رسد. زن نانوا امابل، نونا پخته نانوا؟ و با این زیبایی افتاده است دوست نداره که کسی در موردش حرف بزنه. او داخل نانوایی می شود. همه در او داخل می شوند. نانوا به طرف تنور می روید. بوی نان را با نفسی عمیق استشمام می کند و صدای ام از گلوی او خارج می شود و میگوید گوید حاضره بوشو میشنوین، حاضره. به تنور نزدیک می شود. همه او را دنبال می کنند. در تنور را باز می کند. بو می کشد و میگوید بعد نیست یه دقیقه دیگه صبر کنیم. همه به انتظار میمانند. میفر از سمت تنور به سمت فروش نان مغازه نانبایی میچرخد. آها آقای ارباب اومد. ارباب وارد می شود. پنجاه سال است و علا رقم شکم برآمدش دوست داشتنی محترم و خوش بیان است و گفتارش جذبه بسیار دارد. کاملا مشخص است که مدتی فرمانده یک اسکادران را عهدهدار بوده است. ارباب سلام خانم نانوا سلام خانم من مارکی کاستان دوونس فرمانده بازنشسته اسکادران هستم و در خوشباشی فعالم این رو اضافه کردم که بدونید که شکفتگی رخسار شما منو مسهور کرده و از شما عمیقا سپاس گذارم که انسان زیبایید پس با این مقدمه چوپانم رو به شما معرفی میکنم چوپان پیش میآید جوان بسیار زیبایی است با چهره آفتاب خورده با دندانهای سفید و موهای مجعد از یقه باز پیراهنش چند تار موی طلایی به چشم میخورد چشمانش از سر حجب به زمین است اسم آن دومینیکه دومینیک چهارشنبه ها و شنبه ها با کیسه که میبینید برای گرفتن سی عدد نون میاد اینجا مارکی رو به نانوا میکند بنابراین نانوا باید اضافه بر پخت روزانه هفته ای سی تا نون هم برای من بپذی شنبه ها اگر دوازده تا نون هلالی یا بریوش داشتی امیدوارم این الهی زیبایی مشکلی نداشته باشه که اونها رو توی ساک من جا بده نانوا در حالی که سرخم می کند بروی چشم آقا آقای ارباب نانوا با کوشش مجدد بروی چشم آقای ارباب ارباب اگه نون هلالی یا پریوش میخوام به خاطر اینه که در قصر من که در واقع مزرعی بیشتر نیست که با حضور من شده یک قلعه من به سه یا چهار خانم اهل دل پناه دادم و با شکوه جلال روستایی از اونا پذیرایی میکنم هم برای عیش و دوره میان سالی خودم و هم برای پاسخ دادن به هرزگی چوپانام نانوا کاملا درست آقای ارباب ارباب با لبخند نه کاملا درست نیست آقای کشیش این نظر رو نداره تا جایی که به حساب تو مربوط میشه چوپان هر شنبه پولت رو میاره و اما در مورد جزئیات عملی کار از اونجا که سی تا نون حداقل ده دقیقه وقت لازم داره برای اینکه های تو معطل نشن دومینیک طرفای ظهر میاد امروز که زود اومدیم این دومینیکه که باید معطل بشه و منتظر بمونه دومینیک برون گوشه بشین و منتظر باش چوپان به انتظار در کنجی مینشیند نانوا ناگاهان میگوید حاضره دیگه از تنور درشون میارم به طرف تنور میرود و جماعت به دنبال او در تنور را باز میکند و به خارج کردن نانها میپردازد ارباب بوی خوشی داره آدم و سر اشتها میاره گربه سیاه درشتی جلوی پای ارباب پیدایش میشود آه بله گربه قشنگیه مال توه؟ نانوا در حال بیرون آوردن نانها آه بله آقای ارباب اسمش پومپونه در نونوایی به خاطر آرد باید مراقب موش بود و گرنه همه درآمد آدم خوراک موش میشه پومپون و زنش پمپونت روزانه ده کیلو آرد من از دست موشا نجات میدن آنتونی آ پس گربه مادم داری نانوا دارمش و ندارمش چون سه روز غیبش زده رفته بیرون برنابه مواظب باش که گوشتش و وسط راگو نکنن نانوا بحشت زده آه خدا لعنتشون کنه جدی میگی؟ اینقدر تو مزرعه ما خرگوش است که نمیدونی چی کارشون کنیم کسی گربه تو رو نمیخوره نانبا البته من میدونم چرا رفته دیشب حکایتی رو که سر پشت بو میگفت شنیدم مع او ای بابا کارش که تموم شد بر میگرده او همچنین به بیرون آوردن نان از تنور ادامه میدهد مارکی یا ارباب بسیار خوب میخواهد نانوا رو ترک کند اسمت چیه نانوا نانوا اماپل کاستنیه؟ مارکی او جالبه شاعر میگه شعری به لاتین میخواند اما امروز این هیچ اهمیتی نداره خدا حافظ دانوای دوست داشتنی امابل اسم است و در این حال به معنی دوست داشتنی هم هست هنگام عبور از برابر زن زیبای نانوا با کرنش پرشکوهی میگوید بانو نانی که ناز سرانگشتان شما بر نشسته باشه هدیه گرانبهایی در خانی من خواهد بود خطاب به جمعیت لطفا راه رو باز کنید رد او از نانوایی خارج می شود و ما تغییبش می کنیم در خیابان کشیش را می بینیم که در حال خواندن اوردش پیش می آید ارباب با احترام کامل و محبت بسیار به او نزدیک می شود ارباب روز شما بخیر جناب کشیش کشیش روز بخیر آقای مارکی ارباب بالاخره جناب کشیش دیگه نون داریم که اسمشم امابله دوستش دنی. کشیش امابل مقدس آه امابل مقدس از قدیسان بزرگ بود و در سال 742 زندگی می کرد. از نظر اخلاقی در سختگیری بسیار برجسته بوده است. اگر کشیش ده ما بود هرگز تحمل نمی کرد که کسی در منطقه او در مزرعه اش با چند زن زندگی کند. درست مثل مرمان ها. بعد با نگاهی جدی به ارباب خیره میماند ارباب آچنان به کشیش اینا خواهرزاده های منن کشیش مثل اینکه فراموش کرده اید نزد من به گناهان خود اعتراف میکنید ارباب اگر شما هم فراموش نکرده باشید مباحث خلاف اخلاق هم در سطح مردم نباید مطرح بشه من به همه گفتم که اینها خواهرزاده های منن کشیش اما کسی باور نخواهد کرد شما سرمشق خوبی به مردم نمی دهید ارباب خیر جناب کشیش خیر برای اون که کامیابی از زنا گناه بی هزینه ای نیست سرمشق نامناسب اوناییه که با هر کیسه ای تناسب داشته باشه گناهی که مستلزم پرداخت باشه رو فقط کسانی تکرار میکنن که بزاعت تکرار اون رو داشته باشن باری ما اینجا جز دهقان بی بزاعت نداریم در مقابل سرمشق من فقر اونها جایگزین تقواشون خواهد شد کشیش وحشتناک کفرامیز آنها در حال گفته طول خیابان رهکده را میپیمایند در نانوایی زن نانوا نان مشتریان را از داخل سبد های بزرگ بر می دارد می چهار کیلو برای من او نانها را داخل ترازو می گذارد. زن نان با سنگ ترازو را در کفه دیگر قرار می دهد و تکه نان اضافه می کند مرسی به خاطر اضافه عالیه این طور نیست کازمیر کازمیر فقط با نگاه کردن بهش دلم ضعف میره لطفا اول اون سلست رو بده نمیخوام مستخدم کشیش معطل بشه سلست مرسی کازمیر برای اینکه به این نون دست بزنم دلم داره ضعف میره زن نانوا نان, نان سلست را میکشد اما به ترازو نگاه نمی کند چشمش به چوپان است که سر پا کنج دیواری ایستاده چوپان هم غرق او شده بی حرکت و ساکت منتظر است کم کم مغازه خالی می شود ته مغازه نزدیک تنور نانوا که پشتش به آنها سیده می شود در حال بیرون کشیدن نانها از تنور و به زبان محلی مردم جنوب زمزمه می کند زن نانوا از پشت پیشخان پایین می آید و در حالی که در چهره چوپان خیره است به سوی او می رفد. زن نانوا کیسه را باز کن و نگرش دار چوپان کیسه را باز می کند و با دو دست دهانه آن را در سطح کمربندش نگه می دارد زن را خم می شود و نانها را در کیسه جا می دهد و هر بار که قامت راست می کند موهایش چهره چوپان را نوازش می دهد. چوپان می شمارد یک، دو، سه، چهار و و موهای زن او را مست کرده است. در سالن غذاخوری سومه سلست در حال آماده کردن میز غذای آقای کشیش است که او وارد می شود و خوشحال به نظر می رسد. کشیش؟ سلست خوبم خبر خوشی دارم آقای مارکی فردا اینجا با ما غذا خواهد خورد. سلست با زخم زبان؟ انشالله که ایشون تنها تشریف میارن. کشیش متعجب سلست؟ سلست؟ اینو میگم چون اگر این کافر کبیر رو دعوت کنین دلیلی نداره که اون خوارزده هاشو نیره آخ اون تفلکی ها بدون دای جونشون چیکار کنن؟ کشیش؟ سلست قیبت هم خود گناهی است به علاوه آقای مارکی به عنوان شهردار میتونه ترتیب تعمیر سقف کلیسا رو که مثل چادرهای بازار روز چکه میکنه بده و دعوت من کاملا بی نیست به نظرم میرسه که باید غذای خوبی برای اون آماده کنیم سلست خب شانس آوردین که نون خوب هم داریم نگاه کنین جناب کشیش کشیش عالیه نون تازه اون آن را بر می دارد. لمس می کند بو می کند تکه می کند و آن تکه را لای انگشتانش خورد می کند حالا شب همان روز اول است در اتاق کوچکی با کاغذ دیواری های گلدار هستیم. نانوا و همسرش آماده خواب می شوند. نانوا روی تخت خواب است. عینکش را به چشم می زند و روزنامه را رو باز می کند. نانوا روز خوبی بود. البته اولین روز بود. ولی به هر حال 683 فرانک در روستایی به این کوچکی جای گله باقی نمیذاره. شروع خوبیه. به روزنامهش نگاه می کند. زن جورابهایش را در میآورد. چیزایی هست که آدم نمیتونه بفهمه کشاورزا میخوان گندمشون رو گرون بفروشن ولی نون رو ارزون بخرن این که ممکن نیست اگه گندم کیلویی یکونیم فرانک باشه آرد حداقل میشه کیلوی دو فرانک و سی سنت بالاخره خمیر رو با سبوس که درست نمیکنیم بیراه میگم پس با علک کردن کمتر میشه اگه نون رو کیلوی دو فرانک و چهل بفروشیم چی گیرم میاد؟ چی گفتی؟ اورلی؟ هیچی در کنج تاریک اتاق لباسش را عوض می کند نانوا حق با تو چیزی نمیتونم بگم با چهار سنت در هر کیلو باید اجاره اینجا رو هم بپردازم تو حق داری اجاره بالایی نیست ولی به هر حال باید از عهده پرداختش بر بیام تازه باید مالیاتم بدم تنورم و داغ کنم شکمم و سیر کنم به زنم برسم اینطور نیست؟ تازه وقتی بچه داشته باشیم چی؟ زن زیبایی نانوا خاموش است دراز می کشد نانوا اندکی به خواندن ادامه می دهد میکند می کند و نگاهی به همسرش میاندازد که در بستر پشت به او کرده نانوا اورلی خوابی؟ او پاسخ نمی دهد. تفلکی خیلی خسته است ولی چقدر زیباست و با این وست جز به کار به چیز دیگری فکر نمی کنه. با مهر فراوان مدت طولانی به او خیره می شود. بعد چراغ را خاموش می کند. دراز می کشد و می خوابد. یک دقیقه بعد صدای خورخورش به گوش می رسد. ناگهان صدای آکورد یک گیتار به گوش می رسد. زن نانوا نیمخیز می شود و صدای زیبایی به گوشش می رسد که یک سنارد ایتالیایی می خاند. زن نانوا با لباس خواب از جا می خیزد پای پنجره می رود. آن را باز می کند حفاظ های پشت پنجره را نیمه باز می کند نانوا از خواب می پرد روی تخت می گوش می کند از جا بلند می شود و به اورلی می پیوندد نانوا با خوشحالی سنارات میبینی آرلی سنارات میزنه فقط ببینین مردم چقدر مهربونن براشون نون خوب پختم اومدن مطابق رسم خودشون از من تشکر کنن یک لحظه بعد حیف که داره به لحظه پیدمونته میخونه شایدم کرس نمیدونم شایدم اسپانیالی کی میدونه بالاخره نمیفهمم چی میگه ولی به دلم میشینه بیرون خانه چوپان در روشنایی مهتاب میخواند و دو دوستش همراه او هستند نانوا آه قشنگه فکر کنم چوپان سی کیلو نون بشه آفرین آفرین باس چوپان صبر کن نرو به طرف شلوارش میدود این حتما یه رسم محلیه برام سنارات میزنن حتما باید سی بهشون بدم نونی که گوشت ماهی دوشه یا نون قندی با رازیانه یا یک بود شراب کهنه درسته یک نون قندی با رازیانه داریم میرم بدم بهشون اورلی من میرم نانوا حق داری بهتره که تو اونو بهشون بدی این قشنگتره شایدم یکم از اومدنشون هم به خاطر تو باشه چون تو امروز سریع کارشون رو راه انداختی زن از پله ها پایین می رود. با نان و نانوا بر دم پنجره نانوا به چوپان متشکرم آقایون خیلی مهربونین خیلی از اومدن تو خوشحالم مرسی تا خاننده باره توی نونوایی زنم میخواد یه سی بهت بده چیز مهمی نیست یه هدیه کوچولو برای دوستی کادوی خانم و آقای نونوا خب پس از نون من خوشتون اومده یکی از چوپان هه آره چقدر عالی بود هر روز و با اینجوری نون بپز نانوا با غروری خوا... سعی خودم میکنم و فکر میکنم موفق میشم و, افق می و با اون وقت همیشه چیزی رو میچشین که همین حالا زنم داره به خانندتون میده میدونم که خبرشو به من میدین چوپان فکر میکنی چیزی که زنت میده به هممون میرسه نانوا حداقل به شما سه نفر میرسه چوپان اینقدر دوستمونون تو مونده که شاید تا حالا همشو تنهایی خورده باشه نانوا پناه بر خدا صدا میزند اورلی اورلی چرا روشن نکنی نمیتونی اون قندی رو پیدا کنی میخوای بیام پایین چوپان نه بابا فکر میکنم به تو احتیاج ندارن نانوا زود برو بخواب سرما نخوری نانوا میدونی اگه بخوابم بیشتر از یه ساعت نمیخوابم باید برای ورز زدن خمیر بلنشم چون نون خوب رو روز میخورم ولی شب درستش میکنن صدای پایی در تاریکی شب و سپس صدای آنتونین به گوش میرسد آنتونین چطوری نانوا نانوا کی هستی انتونین. من منم تونین از مزرعه گروا راستی نون با فرد صبح میخوام برم شکار نانوا خوب انتونین خوب واسه دوازده تا ماهی شور آوردم برام نون ماهی درست کنی نانوا نمکوشو گرفتی انتونین آره کاملا حاضرم نانوا بذارشون تو ترازو روی پیشخان چه ساعتی میخوایش انتونین حدود چهار صبح نانوا باشه ببرش تو انتونین آخه تاریکه نانوا اورلی چراغ رو پیدا نکردی؟ زن نانوا چراغ رو روشن می کند انتونین درست شد پیداش کرد داخل می شود؟ داخل نانوایی اورلی و چوپان کنار پیشخانی سادند انتونین نزدیک می شود چوپان در حالی که نانقندی را در دست گرفته خب من ازتون از ممنونم روبه آنتونین این قندی رو به من دادم آنتونین پاکت کوچکی را به طرف زن نانوا دراز کنه اون واقعا خوشگله خانم اورلی این ماهی شور شوهرتون گفت بذارمش توی ترازو لطفا بهش بگید زیاد دوست ندارم برشته باشه او سعی کند چوپان را با خودش ببرد خب دومنیک نمیایی اورلی به امید دیدار چوپان چوپان راه خروج را پیش می گیرد. آنتونین هم به دنبال او. اورلی آنها را همراهی می کند. آنتونین اینطوری بیرون نه این خانم اورلی ممکنه سرما بخورین. من در و می پندم. اورلی مرسی. آنتونین و چوپان خارج شدند. داخل اتاق نانوا؟ نانوا در حال خداحافظی و بستن حفاظ های پشت پنجره است. نانوا؟ قابل نداره چوپان. با میل و رغبت دادمش. خدا حافظ او پنجره را میبندد اورلی وارد میشود نانوا سردت نشد اورلی نه نانوا باروی خوش بهش دادیش اورلی بله نانوا فکر میکنم خوششون بیاد اورلی آره او میخواود نانوا چراغ را خاموش میکند در جاده باریک سه چوپان به طرف مزرعهشان از تپه بالا می روند. اسپرید تو امروز صبح که برام تعریف کردی که هم شک داشتی دومینیک هرگز فکر نمیکردم به این سرعت پیش بره بارتلومی و سما نمیگی چی شد دومینیک با هیجان زیاد هه نه باورم نمیشه تو تاریکی بگی نگی رفته بودم تو صدایی شنیدم صدای لباس لباس کسی که حرکت میکرد صدای نفس امیر بعد دو بازو دور گردنم حلقه شد بعد لبامو گاز گرفت اسپرید بابا ایول دومینیک بیا دستت رو قلبم بذار اسپرید دستش را رو روی قلب دومینیک میگذارد انگار ضربه پود که بارتلومی فکر نمی کنی احمقی که واسه همچین زن خودتو تو همچین اشلی انداختی دومینیک زنی مثل اونو هرگز ندیدم حتی تو خواب اسفرید حالت خوش نیست امروز صبح این بابا میبیندت و شبش پوزت و ماچ میکنه وقتی اینقدر راحت پا یعنی به خیلی یا پا میده دومینیک چرا بارتلومی اگه چیزی که تو میگی باشه همه اهل ده به زودی ترتیبونو خواهند داد دومینیک رنگ پریده دیگه همچین چیزی نشنوم فهمیدی درباره اون بد نگو وگرنه ناکارت میکنم می میستد او دومینیک چه خبرته دومینیک صدایش را پایین می آورد. من امروز صبح دیدمش از رنگ روش پیدا بود که یهویی یه عاشق من شده تو که نمیدونی به چی گفت میدونی گفت اگه مردی ساعت پنج صبح با یه اسب پشت کلیسا منتظرم باش بعد هر جا که دلت میخواد منو ببر اون شوهرش و پولشو نونشو و نونش ول میکنه همه چی رو به پای من میبازه ساعت پنج پشت کلیسا اسپریت و تو میخوای بری دومینیک نمیدونم فکر کنم آره بارتلومی پشورش چی دومینیک بین تنور اول و دوم بغل تنور میخوابه اونو نمیبینه سپری و کجا میخوای ببریش دومینیک نمیدونم بارتلومی خال شده حداقل نون قندی رو بده بچشیم اون نان قندی رو میگیرد یک تکه جدا میکند و بقیه را به اسپریت میدهد حال سپیده در حال دمیدن است. ما بر کنار تنور نانوایی. آنتونین آماده عظیمت برای شکار است. به انتظار روی کیسه ای نشسته است. بند قلادی سگش را در دست دارد. نانوا در حال کار حرف میزند. نانوا این عادته. بعضی نونواها همه روز رو می خوابند. اما من این کار رو نمی کنم. از سود ساعت هفت همه چیز رو آماده میکنم بعد میخوابم ساعت یک صبح بیدار میشم میام پایین واسه ورز خمیر بعد اولین تنور رو آماده میکنم میتونی ببینی ساعت چنده آنتونی درست چهار نانوا کم پیش میاد درست ساعت چهار تموم کنم وقتی نونا تو تنورن همینجا نزدیک تنور یک ساعت و نیم دیگه میخوابم ساعت ششونیم که زنم میاد پایین بیدار میشم اولین تنور رو در میارم و دومین تنور رو واسه ساعت ده آماده میکنم کدوم طرف واسه شکار میری؟ آنتونین طرف های مرتع. کنار دورانس انگار که بخواد رازی را بازگو کند دو تا خرگوش اون طرفا دیدم فکر کنم امروز یکیشونو رو حتما بگیرم نانوا در حال باز کردن در تنور اینو هاش نگاه کن نون تو ببین اینجوری خوشت میاد دیگه شروع کرده به برشته شدن. آنتونین خودشه. همینجوری خوبه. نانوا پس درش میارم. بیلچه مخصوص را بر میدارد و نان را بیرون میآورد. دست نزن که میسوزی. میذرمش تو خورجین شکارت. با دو دستگیره پارچه ای نان را بر میدارد و داخل خورجین بزرگ شکار قرار میدهد. حالا پشت تو گرم گه میداره تو نین. آنتونین با این باد سرد صبح کلی از گرماش حال میکنم. چقدر باید بدم نونوا نانوا چون اولین باره فقط یه دست درد نکنه بگی کافیه همین آنتونین چقدر لطف داری ولی به هر حال ظهر توی کافی یه پیک مهمونت میکنم نانوا عرق به من آه نه من حتی شرابم نمیخورم آنتونین خب پس چند تو بلدرشیم وسط میارم خیر نونوا بودن تو به من میرسه و خیر شکارچی بودن من به تو خدا حافظ نونوا زود برم که هوا داره روشن میشه تسمهٔ قلاده سگش را میکشد راب یار سوفرانس سوفرانس در لغت به معنی رنج هستش نانوا چرا اسمشو گذاشتی سوفرانس آنتونین طول بود پیداش کردم گر بود یه پاشم شکسته بود خیلی درد میکشید اسمش گذاشتم سوفرانس نانوا چرا انقدر باد کرد انگار جاش ورم داره آنتونین آه این سگ زیادی اصل دوست داره نانوا اصل خورده که باد کرده؟ انتونی؟ نه زنبورای اصل زدنش در حال خروج بگو میم واسم شانسی میاره نانوا با مهربانی میم انتونین مرسی او دور می شود نانوا خمیازه ای می کشد. نگاهی به تنور میاندازد روی یک جعبه کهنه خمیرگیری دراز میکشد و به خواب میرود در استبل قلعه چوپانی اسبی را زین می کند. اسپریت به او کمک می کند. سپریت؟ بهتر بازم فکر کنی. دومینیک؟ فکر کنم. دیگه نمیتونم. فکرم کار نمی کنه. باید باش برم. حتی طاقتی یه دقیقه موندن رو ندارم. باید لمسش کنم. ببینمش. عطرش رو بشنوم آتیش به جونم انداخته. با فکر کردن بهش لرزه به جونم می افته. سپریت؟ فکر میکنی که میاد؟ دومینی اونم مثل من دیوونه شده ساعت چنده؟ بیس دقیقه به پنج لحظه سکوت دومینی با حرارت به این سو و آن سو میرود اسپرید فکر میکنم تو دیگه عقلتو از دست دادی دومینی یادت پارسل که سرما خودی چیزی نمونده بود بمیری اولش دو سه بار لرز کردی و من گفت یه جور عجیبی شدم دیگه وقتی را میرم نمیدونم پامو کجا میذارم طرفای شب بود تو تب کردی و هی میخواستی از تختت بزنی بیرون ما سه نفری نگهت میداشتیم تو داد میزدی گریه میکردی میخواستی از پنجره بپری پایین رئیس استبل اومد و یه داروی گیاهی وسط درست کرد و بعدش مرگ از اتاقت بیرون رفت حالا منم مثل اون شب تو شدم اما دیگه داروی گیاهی نیست که منو خوب کنه حس میکنم دیگه توان ندارم حرکاتی میکنم که دیگه حرکات من نیست خون تو گوشام جمع شده گوشام دارن میسوزن میبینی دو ساعت آتش دارم و نمیخوام آب بخورم چون لبامو گاز گرفته نونقندی رو نخوردم چون کاری که اون با من کرده فکر میکنم اگه چیزی بخورم جای لبای اون آلوده میشه اسپریت باید برم از من نخوا فراموشش کنم نمیتونم اسپریت و ارباب فکر اون چی میگه دومینی تو بهش بگو واسه خاطر یه زن بود اون میفهمه اسپرید تا جایی که به تو مربوط میشه میدونم که اون میفهمه اما اسب چی واسه اسب داد و بیداد را میندازه دومینیک آها اسب و برمیگردونم میدمش به کشاورزا که بیارنش تا ده اسپرید یارو هم میره یه راست میفروشدش به سلاق دومینیک نه نه میدونم دست کی بدمش سپرید راستی پول یه چند پول میخوای دومینیک نه مرسی پسند و برداشتم او به طرف سگش میرود که خواب است موازه به باش باشه سپرید خیالت راحت باشه دومینیک خدا حافظ پیلو بلایی که سر من اومده پارسال سر تو اومده بود وقتی برگشتی زدمت نمیدونستم سگش را بغل می کند، روی اسب می پرد و به سیاهی شب می پیوندد. در اتاق نانوا اورلی بی سر و صدا ساکش را آماده کرده. آرایش می کند، شالی نازک روی سر می اندازد. سپس به گوش می ایستد. با پنجه پا بیرون میآید و کفشایش را در دست گرفته است. از پله پایین میآید. به محوطه تنور می رسد. نانوا روی صندوق خمیرگیری دراز کشیده و گویی به خواب مرگ رفته است. چون سایه ای سبک از کنار او می گذرد به آرامی دسته بزرگ کلیدها را رو روی پیشخان مغازه می گذرد و حالا خیابان است و در سپیده صبح به سرعت دور می شود. به سوی کلیسا می روید. چوپان سوار بر اسبی در انتظار اوست نزدیک چوپان می شود و به هیچ کلامی دستانش را به سوی او دراز می کند چوپان او را از زمین می کند و روی اسب جلو خودش می نشاند و با شال بزرگش او را میپوشاند پوشاند ناغوس به صدا در می آید و اسب چهار نل می تازد اندکی پس از آن مقابل کافه دهکده کازمیر پشت دریهای کافه را باز می کند. کلنگی به دست دارد. آزم مزرعه است. نگان هوا را بو میکشد بعد به آسمان نگاه می کند. از دودکش نانوایی دود قلیز سیاهی بالا میزند مار پیچ پیش می رود. کازمیر تنورش آتیش گرفته. کلنگش را رها می کند و دوان دوان به سوی نانوایی می رود. داخل نانوا از میان دود قلیزی که او را به سرخه می اندازد به شتاب پیش می رود. کازمیر نانوا 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 چیه؟ از دوی جعبه خمیرگیری می پرد. آه بدبخ شدم. تنور را باز می کند. ببین چی شد. نون آمد دست رفت. اونم روز یک شنبه. کازمیر خوابید بود. نانوا آشفته هاد. مسئله نیست که خوابم برد بیدار نشدم آه خدای من کازیمیر آه پول مقدس او حیرت زده به نانهای زغال شده که نانوا بیرون میکشد نگاه می کند نانوا خب فوری رو براش میکنم فقط دو ساعت دیرتر اونا حاضر میشن همین معمولا زن منو بیدار میکنه اما تفلک میدونی خسته از کشیه حتما مثل یه بچه معصوم خواب مونده برم این مشکل رو که بیش اومده یواشکی بهش بگم که ناراحت نشه با یه فنزیون قهوه برم بیدارش کنم اتاق اورلی هنوز تاریک است چون پشت پنجره ها هنوز باز نشدند نانوا وارد می شود فنجان را روی میز کنار تخت می گذارد نانوا با صدای ملایم نازنینم منم تو خوابی اما نگران نباش من خودم بیدار شدم بالاخره باید یه ساعت شم بخریم اون وقت تو میتونی کمی بیشتر بخوابی او پنجره را باز می کند و روشنای روز به داخل اتاق حجوم می آورد نانبا به طرف تخت خواب می رود اورلی لحاف را آرام تکان می دهد بعد آن را کنار می زند یک لحاف لوله شده دیگر زیر آن است نانبا بحشت سده پس می رود سپس می خندد این یه که اورلی زیبای من از سرد میشه اورلی او, او به اطراف نگاه میکند و احمقانه میخندد مهازا در مزاره اطراف اسب مارکی دلدادگان را همچنان میبرد در تنورخانه نانوایی کازمیر با لذت تمام یک فنجان قهوه مینوشد نوشد میت که برای خرید نان آمده روبروی اوست میت فکر میکنید از اون حاضر بشه؟ کازمیر حتما خوشگله اگه بخواد منم کمکش میکنم نانوا وارد میشود مبهود ولی با لبخند نانوا زنم داره سر به سرم میذاره قایم شده میت کجا؟ نانوا جا میخورد این دست کلید اونه دست کلیدشو گذاشته آها آه میدونم کجاست حتما رفته تو باقا بگرده وقتی من خواب بودم رفته رفته تو باقا بعدش هم فکر کرده ممکنه لازم باشه من یکی از کمدای کشوار رو باز کنم کلیدا رو گذاشته من میرم باغ مراقب مغازه باشین کازمیر باشه نانوا با. دور نیست همین طرفای ورودی دهکده ظرف دو دقیقه با اون بر میگردم میت باش بر میگردی اگه پیداش کنی رو به کازمیر تو فکر میکنی کجا رفته کازمیر ولی نمیخوام ازش بد گفته باشم ولی با این پودر قرمزش حال و هوایی کسی رو داشت که خاطر شده شاید همین چهار روزی یه جوون تور کرده میه وحشت زده خدای من از کجا معلوم که شوهر من واقعا رفته باشه شکار آخ پاهم بیهس شد کازمیر نه واسه شوهرت نگران نباش این تیپ آدما به کار اون نمیاد نه اون باید مرد خوشتیب مثل پاتریس رو تور کرده باشه یا یکی از اون لوده های مارکی رو همین حالا هم باید در حال ناز و نوازش کنج یه انبار باشن این واسه آدمایی مثل اون عادیه آه آه فکر کنم وقتی برگرده چند پرکا به پشت چسبیده باشه در حاشیه جاده چندی باغ به چشم میخورد که با پرچین از هم جدا شدن در یکی از آنها دهقان پیری با بیلچه ای کار میکند نانبا دوان دوان از راه میرسد نانبا اورلی او داخل باقی می میشود که در آن چیزی کاشته نشده به کنار پرچی میرود دهقان پیر را که کرست صدا میزند پاپه هی پاپه پیرمرد قامت راست میکند و به سوی او میآید نانبا زن منو ندیدی زن تو دیدمش یا نه نانوا آره دیدیش نمیشناسمش اصولا نمیدونستم تو زن داری؟ نانوا بابا امروز اینجا یه زن ندیدی؟ چرا؟ یکی رو دیدم داشت حلزون جمع میکرد زن چاق پیری بود یکم هم ریش داشت حتما زن تو نبوده امیدوارم که نباشه نانوا نه اون نیست په پس تو زن داری و نمیدونی زنت کجاست؟ نانوا چرا میدونم رفته کلیسا فکر کردم شاید پیش از اینکه رفته باشه اونجا از اینجا رد شده باشه پیرمرد نه از اینجا نه نا. نانوا دوان دوان دور می شود خدای من شاید کلیسا هم نرفته آخه آدم کار نونوایی رو که انتخاب میکنه نباید به سرش بزنه زن بگیره جلو کلیسا نانوا به میدان می رسد و داخل کلیسا می شود ما دنبالش می رویم کلیسای کوچک خالیست. و داخل آن تقریبا تاریک است. نانوا وارد می شود، صدا می زند. اورلی، اورلی. دور کلیسا را می گردد. آنجا نیست. ناگهان دری گشوده می شود و کشیش با لباس رسمی خودش ظاهر می شود. نانوا را می بیند و یک راست به سوی او می رود. کشیش با این کلاه مسخره اینجا چه می کنید؟ نانوا به خود می آید. ببخشید آقای کشیش من کمی نگرانم دو ساعتی که زنم ناپدید شده سری به باغ زدم اونجا نبود فکر کردم شاید اتفاقی اومده باشه کلیسا در گفتن کلمه اتفاقی حق با شماست چون ایشان رو هنوز اینجا ندیدم نانوا ما فقط پنج روز اومدیم که تو این چند روز یک شنبه نبوده اما اون احتمالا امروز میاد کشیش خانمی که اه احتمالا در مراسم روز یک شرکت میکنه احتمالا کسی نیست که ساعت هفت صبح به کلیسا بیاد نانوا این فکر رو کردم ولی چون وقتی مانوسک بودیم هر روز شش و نیم میرفت کلیسا یعنی مدتی که من مشغول حاضر کردن تنور بودم اون میرفت بله هر روز تازه این کارش برای تظاهر نبود درست برعکس گوشه ای پشت ستون مینشسته خودش اونقدر با افتادگی قایم میکرده که هرگز کسی اونو اونجا ندیده بود خب فکر کردم امروزم کشیش اگر امروز همینجا بود خودش را به همان شکلی که در مانوسک قایم میکرده پنهان میکرد نانوا گیج اگه اینجا نیست دیگه نمیدونم کجا تونه باشه کشیش خداوند رو هرگز از خودت پرسیدی که کجاست نانوا نه اینو نپرسیدم چرا به کشیش چون خدا رو میدونم کجاست اونجا به محراب کلیسا اشاره میکند کشیش با مهربانی او در همه جاست دوست من و امیدوارم در همین لحظه همراه همسر شما هم باشد نانوا آرزوی منم همین آقای کشیش دلم میخواد اون همراهش باشه تا کسی دیگه کشیش به یاد داشته باشید اگر به همدلی و راهنمایی نیاز داشتید فقط اینجا می توانید آن را پیدا کنید نه جای دیگر نانوا میدونم چرا جناب کشیش کشیش من می خواهم نماز ساعت هفت صبح هر روز یکشنبه را رو بخوانم از آن فیض ببرید بنشینید نانوا با تردید مینشیند کشیش به محراب می و نماز شروع می شود آنتونین نارام از کنار پرچین بلندی که در کنار زمین بزرگ شوخ زده ای است لغزان پیش می رود. سوفرانس سو پیشا پیش او بو می کشد و جستجوگر به این سو و آنسو می دود. آنتونی سعی می کند به ای که دیده نشود و شکار را قافل گیر کند پیش رود. نگان می استد و از میان دو شاخه نگاه می کند. اسبی از آن سوی پرچین چهار نعل می تازد. آنتونی خوشگش میزند زیر لب میگوید دومینیک با زن نونوا خودش را پنهان میکند و اسب به سرعت میگذرد در میدان دهکده جلو کافه بارنابه کازمیر نانوا و معلم روی سکو نشستند نانوا کشیش از موقعیت استفاده کرد اولش یه نماز به داد که هیچی ازش سردر نیوردم بعدش هم به هم گفت به مهربانی خدا اعتماد کنم خب اون لوس کرد ولی بالاخره من نفهمیدم زنم کجاست معلم دیروز یا دیشب دعوتون نشده نانوا چی فکر میکنید؟ تو این پنج سالی که با هم عروسی کردیم هیچ وقت کوچکترین دعوایی نداشتیم و تازه اون زن آرومی و زیاد حرف نمیزنه کازمیر خوب فکر کن کجا به ذهنت میرسه یا به کجا شک داری که ممکنه اون راهشو گرفته باشه و رفته باشه نانوا فقط یه احتمال هست دلش واسه مادرش تنگ شده باشه و رفته باشه اونجا یعنی پنج کیلومتری اینجا بارنبه چرا باید به تو نگفته بره نانوا شاید ترسیده من قبول نکنم تازه باید بدونی که زنها می میزنه به سرشون میدونی کمکی مثل بوزن ته دلم به هم میگه اینجوری شده اما جابجایی اسباب کشی عصبیش کرده و همه اینا باعث شده دلش بگیره و زده به سرش که مادرشو ببینه آخون اون مادرشو خیلی دوست داره اگه میدونستین چقدر مادرشو دوست داره معلم پس تصور میکنم که بیشتر وقتا به دیدنش میره نانوا ها تا جایی که بتونه برنابه اون وقت تو وقتی که اون نیست چی کار میکنی؟ نانوا خب من چیکار میخوای بکنم خمیر ورز میدم معلم خب آره نانوا با خنده این با مرز است میخواد که من چیکار کنم تونین در حالی که گوش های یک خرگوش را در دست گرفته از راه میرسد کازیمیر هی تونین خورجینیت پر شده که گرفتی دستت؟ آنتونی ها مزه. اگه تو خورجین بذارمش که کسی نمیتونه ببینتش و خصوص که خیلی خوشگله قزمیر قشنگه ولی گوشت سفته سه سالشه انتونی هه حسود تو که زدی سگ تازی را به خیال اینکه خرگوش کشتی سگ چند سالش بود او دو بلدرچین از خورجین بیرون میکشد اینهاش بیا نونوا بلدرچیناتو تو آوردم یکیش گنده است یکیش کوچکه این که خال داره بزرگتره ولی توقیه بهترینن نانوا هم. نانبا. مرسی تونی. مرسی. خیلی ماله. حالا از دو بلدرچین یکیش اضافیه زنش گم شده. نانوا چی؟ گم؟ نه گم نشده. دیگه نیستش. همینو بس. اونم چون اعتمالا رفته خونه مادرش. بگم که مطمئن نیستم ولی بالاخره کجا میتونه باشه؟ ها؟ او به با آنتونی نگاه میکند. که چشم به زیر دوخته تا چیزی میدونی؟ تو اتفاقی ندیدیش؟ آنتونی من فکر نمی کنم دیده باشم نانوا تو کسی رو ندیدی؟ آنتونین معذب خب چرا؟ آدما رو دیدم آره من پوزچی رو دیدم که میرفت بالا سوار دوچرخه بود یک مرد رو دیدم که داشت با دوک زمین و شخ میزد بعدش دیدم خب خب به نظرم اومد که اسب دیدم که که که, که رد میشد نانوا من از اسب با حرف نزدم میگم زن و منو دیدی یا نه کازمیر اسب تنها بود آنتونی خب طبیعیه که آدم روزینش نشسته بود نانوا یه زن آنتونی به نظرم اومد یه زن نانوا او پس زن من نیست اون نمیتونه از سواری کنه فکرشو بکن دیدن اسب کنو میترسونه نه نه اون نمیتونه سوار اسب بشه معلم مشکوک این خانم رو اسب احتمالا تنها نبوده بود؟ آنتونی نه تنها نبود جلوش مرد بود و اون از عقب مرد رو بغل کرده بود نانوا خوشحال متقاعد آه پس دیگه زن من نیست اون با کسی همچین خودمونی نیست هرچی بیشتر فکر میکنم بیشتر مطمئن میشم اون همینجوری یه هوی زده به سرش رفته بشه مادرش معلم مطابق حساب اگر اون از ترس اینکه مخالفت کنی به تو نگفته و رفته بشه مادرش به نظر میرسه که باید یک یادداشت کوچولو روی کاغذ واسه تو نوشته باشه نانوا ناگان انگار ذهنش روشن شده باشد خب راست میگی این طبیعیه که یک یادداشت گذاشته باشه فقط من خنگ خدا به فکرم نرسیده که نگاه کنم بعد رو کماد باشه آره بابا میرم برش میدارم مرسی آقا معلم میرم برش میدارم او دوان دوان دور میشود معلم در حالی که از یا بر میخیزد همراش بریم چون همچین کاغذی رو پیدا نمیکنه. هر چهار نفر با حالتی درهم به سمت نانوایی میروند کازیمیر به آنتونین آدم از کار این زنها سر در نمیاره فکر کنم زنش رو دیدی نه آنتونین محتاط آخه ببین حرف توی دهن من نزار من یه اسب یه مرد روش بود و یه زن از کنار آبگیر رد می شدن. مرد شبیه چوپان مارکی بود زن شبیه زن نانوا معلم خب پس با اون فرار کرده نه؟ آنتونی آقا معلم موازه به حرفتون باشید من گفتم شبیه بود نمیگم حتما اونا بودن اما بالاخره شباهت داشتن و با اون حالتی که همدیگر رو گرفته بودن مثل آدمایی بودن که همدیگر رو خیلی دوست دارن و دنبال یه جای دنجی هن که همدیگر رو با خیال راحت بغل کنن و ببوسن و اگه نظر منو بخواین شبیه آدمایی بودن که خیال برگشتن ندارن و نونوای بیچاری ما هم شدیدن شبیه مردای زنجلبه معلم انتظارش میرفت کازیمیر غمگین خیلی هم باید انتظارش میرفت آدم وقتی نخواد پیش بیاد پیش نمیاد آ مسلما زن من با چوپان در نمیره اینقدر احمق نیست برنبه این چوپان ها هستند که اینقدر احمق نیستند انتونی زن تو رو با اون ممه های گاوی چوپان نباید ببره گاوچرون باید ببره کازیمیر آزورده حالا حرف چیه اینجا گاوچرون نداریم آنها به در نانوایی می رسند. نانوا جلو پنجره طبقه اول خطاب به آنها می گوید ای داد و بیداد این کاغذ توی اتاق نیست. آخه من پنجره اتاق دو ساعت باز گذاشتم. جریان هوا احتمالا بردتش. یکم کم این بر اونور نگاه کنین شاید پیداش کنین. حالا یا این ور یا اونور دیوار. معلم باشه می گردیم. با صدای آرام به همراهانش بالاخره باید تظاهر کنیم. در دور دست خیابان مارکی سوار بر اسب با چوپانش اسپریت به دنبال او نزدیک می شوند. در مقابل نانوایی می ایستد از از پایین می آید و افسار هر دو اسب را می گیرد. مارکی نانوا اینجاست؟ معلم بله آقا توی اتاق مارکی مرسی او داخل نانوایی می شود همه آنها که بیرون در هستند چوپان را دوره می کنند برنابه خوب اسپریت اسپریت خوب چی؟ دومینیک با زنه فرار کرد اونا سیپونی قشنگترین اسب ارباب و بردن پیرمرد داره سکته میکنه آنتونی خوشحال میبینی من بهتون گفتم به نظرم اومد که شناختمشون در سالن غذاخوری منزل نانوا مارکی وارد می شود. نانوا هم به دنبال او. مارکی به طرف او می چرخد. مارکی در رو ببند. نانوا در رو می بندد. خوب بیچره بیچاره من در جریانی؟ نانوا در جریان چی؟ مارکی زنت نانوا آه پس در این مورد میخوایید صحبت کنیم بله در جریانم رفته قونه مادرش باسم یه یادداشت کوچیلو گذاشته که کوران هوا بردتش همین الان داشتم دنبالش میگشتم شما خبر داریم؟ مارکی با حس همدردی؟ آه دوست من من خبرایی دارم که خیلی هم دقیقه زنت با اولین چوپان من دومینیک فرار کردن نانوا متحیر ای بابا آقای مارکی چیزی میگین که با عقل جور در نمیاد کی تونسته همچین حکایت رو به شما بگه مارکی زن تو و چوپان من امروز صبح ساعت پنج فرار کردن و برای فرارشان سیپون بهترین اسب منو دزدیدن نانوا شهرمسار با اسب با اسب بردتش خب این مردک عجب رویی داشته که اونو وادار کرده از سوار بشه آخه نگفته که اگه اون از اسب بیفته و پاش بشکنه چی خب حالا در این لحظه اونو کجا هستن مارکی اینو هنوز نمیدونیم نانوا که چی رفتن که چی کار کنن مارکی احمقان است ولی عشق بازی نانوا شرم سار خب آقای مارکی اونا همین دیروز همدیگه رو برای اولین بار دیدن آخه شما اورلی رو نمیشناسین سه سال طول کشید دلش رو به دست بیارم و آخرش بگه بله تازه اونم واسه ازدواج مارکی شاید این مورد متفاوته نانوا آه خدای من اینطور نمیتونه باشه اگه اورلی رو میشناختین به هر چیزی ممکن بود فکر کنید جز به این ببینید مثل دو تا مرد با هم حرف میزنیم من به شما اعتماد میکنم خب اون زنیه که عشق و عاشقی واسش اصلا مهم نیست راستش اگه باهاش از فروش نون گرفتن دخل حساب کتاب حرف بزنین یه چیزی ولی اگه از مسائل زن و مردی حرف بزنید اصلا بهتون گوش نمیکنه. مارکی در حال اشاره به ردیف کتاب های چهل سنتی رمان که روی تاخش ردیف شده فکر نمی کنم که تو این کتاب رو بخونی اینطور نیست؟ آه مسلمه که نه مال اونه رومان های عاشقانه همیشه در حال خوندنشنه خب به نظرش میاد مارکی کی گفته که به نظرش موسکه؟ نانوا خودم با چشه خودم دیدم مثلا یه روز که من داشتم مایه خمیر درست میکردم زمستون بود اون نزدیک تنور روی کیسه آرد نشسته بود داشت کتاب میخوند و پنداری ازش خوشش اومده بود یهوی سرشو بلند کرد و منو نگاه کرد بعدش زد زیر خنده یه جوری که نمیتونست خودشو نیگر داره خب بهش گفتم اون چیه که داری میخونی؟ گفت یه من عشقیه راست میگفت رو جلدش نوشته بود اونقدر خندید آقای مارکی که از شدت خنده عصبی شد و بعدش هم تمام شب رو گریه میکرد مارکی؟ آره حتما به نظرش خیلی خنده دار اومده آه این زن ها پیچیدن نانوا؟ آره آره از پیچ و مهره ها یه ساعت هم پیچیده ترند اما اونو من میشناسم باید بهتون بگم که قبل از ازدواج کلی فکر کردم که بشناسمش خب معلومه وقتی آدم بالای چهل سالش و میخواد با یه دختر بیس ساله ازدواج کنه باید حسابی احتیاط کنه من فهمیدم که به جوونه توجهی نداره ازشون خوشش نمیاد تازه اگه از جوونه خوشتیب خوشش نیومد اصلا زن من میشد مارکی البته این مانع اون نیست نانوا خب نه من خوش برو نیستم اینو میدونم اگه همه چیزو با هم در نظر بگیرید من خوبیه دیگه ای دارم فقط خوبیای من تو ویترین نیست میدونین؟ تو یه مغازه است. مارکی نانوا اینو دیگه دارم باور میکنم. نانوا اما در مورد جوانا، در نظر بگیرین دو روز قبل از ازدواجمون به هم گفت اما بعد بتونی که من قبل از این که تو رو بشناسم یه معشوق داشتم. همینطور که شما ممکنه فکر کنید منم خیلی جا خوردم. اون گفت یه جوونی مالی این دوروبرا بوده خیلی درشت و خوشیکل و خوشتی بعضش هم عالی بوده رقصش العاده بوده من ازش پرسیدم حالا کجاست گفت اون مرد راست میگفت اینو با خونسردی به هم گفت با یه حالت یخ زده منم به خودم گفتم امابل خطری نیست اون مرده و تا از یه مرده به هر حال خوشتیب تری مارکی استدلال درستیه نانبا و تازه من از این نکایت خوشحال شدم چون اونطور که اون از اون جوان مرد شده حرف میزد باعث شد باور کنم همچینا هم به اون احساس نداشته گذر زمان به هم نشون داد که حق داشتم اینجوری فکر کنم وقتی ماچش میکنم میذار راحت این کارو بکنم بدون که بعدش بیاد البته خوشش هم نمیاد میدونین من میفهمم چی واسهتون میگم پنج سالی که شوهرشم همه اینا برای این بود که بهتون گفته باشم آقای مارکی اون هر چند زیبا و خوشیکله و آدم خوشش میاد نگاش کنه و به نظر میاد که واسه عشق ساختنش ولی عشق و واسه اون نساختم مارکی خلاصش این که گل زیباییه ولی عطر نداره با کاملا درست گفتین آقای مارکی گلی فوقلاده ولی بدون رایه مارکی شایدم تو زکام هستی با من؟ آ دیگه نه من هرگز زکام نشدم آنجینم ندارم و تازه این باعث سردی یه نمیشه نه نه من حکایت چوپان شما رو باور ندارم مارکی خوب از جا بر و به سمت در میرود و صدا میزند اسپریت اسپریت بی اینجا باز میگردد و مینشیند این چوپان دوم منه یه چیزایی واسه تعریف میکنه نانوا خب اینا رو از کجا میدونه اسپریت وارد میشود تو حدی معذب است مارکی دومینیک کجاست اسپریت اون رفت مارکی با کی سپریت باسیپیان مارکی و دیگه سپریت زن نانوا نانوا کی میگه سپریت دومینیکو پشت کلیسا با هم قرار داشتن نانوا خب کی بر میگردن سپریت پس اندازشو برداشت سرشو باید کرد و بوسید یعنی که دیگه بر نمیگرده بعدش هم اگه نمیخوایم باور کنین تانین اونا رو سر صبح دیده نانوا با حالتی نجوا مانند آقای مارکی شاید اگر خونه رو سرم خراب میشد و منو می دردش کمتر از دردی بود که می کشم. مارکی حالتو میفهمم فهمم نانوایی بیچاره من یعنی تو به چیزی شک نکرده بودی؟ نانوا چطور میتونستم به چیزی شک کنم وقتی حتی با گوشهای خودم هم که می نمیتونم باورش کنم؟ ناگاهان؟ نه نه چقدر احمقم که به همچین حکایتی گوش میکنم کنم بذاریم بهتون بگم همچین حکایت امکان پذیر نیست این رو که چوپان شما فرار کرده و این بی سر و اسب شما رو دزدیده باورم میشه ولی اینکه زن منم همون روز دیدن مادرش کرده یه همزمانی کاملا اتفاقیه خب مسلمی که اگه زود برنگرده مردم حرف در میارن اما ما که میشناسیمش نباید همچین فکرایی بکنیم متوجه میشین آخرم خوب چیزی آقای مارکی و از جا مارکی بسیار خوب آقاجان هرچی دوست داری باور کن اما من عقل دارم چوپان من رفته اینو میتونم نادیده بگیرم زن تو رو برده به من ربطی نداره من فقط میخوام سیپیون رو ببینم اسپریت دومینیک قول داد که اونو پس میفرسته مارکی بله بله ولی وقتی با این خوشگل پول کم بیارن به اولین تاجر اسب میفروشتش اون حداقل دوازده هزار فرانک میارزه نه یک پاپاسی کمتر نانوا در خود خوشگل ولی حیوان مارکی خیلی هم خوشگل من میرم جاندرمری شکایت کنم چوپان من میره زندون جونش جهنم نانوا کار بسیار خوبیه مارکی البته زن تو هم باش میره زندون یا به عنوان شرک جرم یا به عنوان کسی که چوپان رو اقوا کرده نانوا ای بابا این حرف مزهکی آقای مارکی زن بیچاره من اون چه تقصیری داره مارکی الان اسپریت واسد گفت نانوا جهنم که اون چی گفت واسه من حرفای اسپریت مهم نیست بالاخره این آقای که اسپریت مقدس نیست نمیبینین که اسپریت خان منگ شده برو برو چوپان بدبخت مزخرف گویه آب رو ریز از بس گوسفندا رو نگاه کردی توی همه چیز شاخ میبینی اسپریت خارج میشود مارکی به هر حال میخواستم خبرت کنم که دارم میرم شکایت کنم نانوا او را نگه میدارد به نظر آقای مارکی کمی تون میریم مارکی چطور نانوا این چوپان پنج ساعت رفته فورا متهمش میکنیم به دزدی من اگه جای شما بودم کمی صبر میکردم مارکی تو مسائل اونجوری که دلت میخواد میشنوی اما من صبر و حوصله زیادی ندارم بالاخره من اینجا نه سر پیازم نه ته پیاز من یک چوپان از دست دادم و یک اسب اصیل تازه زنم هم خراب نیست اینه که چیزی رو به شوخی نمیگیرم نانوا آرام گوش کنین آقای مارکی اگه اسب و چوپان و اورلی برنگشتن من دوازده هزار فرانک شما رو میدم مارکی از کجا میاری نانوا وقتی آدم بیست سال رو خمیر خم شده باشه بالاخره چند شایی کنار گذاشته اگه بهم ثابت بشه که زیبایی زن من باعث شده که شما اسب زیبایی رو از دست بدین پولش رو بهتون میپردازم دو روز صبر کنی من صبر میکنم مارکی امابل، تو مرد بزرگی هستی دست بده من باهاتم تا دیگه یه دوست در کنار خودت داری نانوا نانوا متشکرم آقای مارکی به من افتخار بزرگی میدین صدای کوبیدن در به گوش میرسد مارکی میپرسد چه خبره صدای سریت به گوش میرسد که فریاد میزند از برگشته مارکی از برگشته سپرید، بله آقای مارکی نانوا با رنگ پریده بی سوار؟ سپری؟ بی سوار جلو نانوایی همه دوستان جمعند و سیپیون در حالی که آنتونین افسار آن را به دست دارد در میانه آنهاست. است. دوشیز آنجل توی جمع است و با شرح و بست حرف میزند یه دهقان ناشناسی بود تا وسط میدون اومد حیوان رو بس به یه درخت و رفت معلم تونستید این مرد رو بشناسی دوشیز آنجل نه آقای معلم اولا که من خیلی دور بودم بعدشم من به مردا نگاه نمیکنم آنتونی خوشحال اتفاقا حق داری چون مردم هم دوست ندارن نگاهشون به تو بیفته صدای ناقوس به گوش میرسد دوشیز آنجل جواب که حاضر کرده بود قورت میدهد و میگوید خدای من وقت عبادته و دوان دوان دور می شود. از در بیرون میآید و به سمت اسب می رود. نانوا خب پس سیپیون اینه. سپریت بله خودشه. نانبا این اسبی که میگن زن منو برده؟ مدتی ساکت به اسب خیره می شود. نه. مارکی چرا نه؟ نانبا نه نا بهش نمیاد نه. آنتونی گوش کن نانوا ما خیلی خوب میفهمیم که نانوا منفجر می شود نه نه شما چی نمیفهمین اصلا برین و راحتم بذارین مسائل من به کسی رب نداره بعدش هم اینجا با نستیم این تلف کنین من تنورم و سوزوندم و دیرم شده میخوام واسه زورتون نوم بپزم برین توی کافه شلوغی را بندازین بذارین راحت کارم رو بکنم بعد بی تعمل وارد می میشود آنتونین حالش خوب نیست کازیمیر آره کارش به نظر مسخره میاد اسفری میگه این حرفا دروغه مارکی نمیخواد باور کنه معلم اینجوری به نظر میاد مارکی نمیگم که باور نمیکنه میگم نمیخواد که باور کنه نانوا داخل می شود گیج است با حالتی عصبی ظروف و وسایل رو برمیدارد و باز بیان که از آنها استفاده بکند به زمین میگذاردشان سرگردان است به دسته کلیدها نگاه می کند سطلی را بر می دارد و آن را داخل جعبه خمیرگیری خالی می کند آشخال و کاغذ مچاله شده از داخل سطل بیرون می ریزد و با خود می گوید چی کار دارم می کنم آهی عمیق از سینه بیرون می دهد. و با خود می گوید نه ممکن نیست که اون رفته باشه حتما برای نمازی شنبه خودشو میرسونه. بعد مدتی طولانی به فکر فرو می رود. ناغوس زنگ سوم نماز را میزند. سالن اجتماعات در سالن بزرگ اجتماعات کافه گروه کوچکی دور یک میز گرد آمدن. کازیمیر گیلاسه را پر می کند. کازیمیر این دفعه توی نون تحصیلگاری بیشتری پیدا می حتی ممکنه شاخ هم دوش پیدا بشه همه می معلم خیلی جالبه که هنوزم که هنوزه مردی که زنش بهش خیانت کرده باشه سوژه حرفای خنده داره چرا؟ آنتونین چون مزهکه بارنابه آره واسه منم همینطور واسه مازهکه خب چه توقعی داری؟ این آقا میاد اینجا و کلی به زنش میباله؟ و آوروش همون روز اول میره اونم با یه چوپان که بچه پیرمانت است و تازه آقا حاضر نیست باور کنه حالا نمیگم این آدم رود بر میکنه ولی خنده داره باش مرزه است میفر در حال ور رفتن با نخ و چنگک قلاب ماهیریش و هر حال این موضوع شده نقل مجالس همه دارن از اون حرف میزنن مخصوصا زنا اونها حتی با کشیش در این مورد حرف زدن این نونوام محمقه، خب جونش جهنم در کلیسا همه بچه های دهکده زنان بسیار و چند مرد در آنجا حضور دارند کشیش جوان بالای منبر است کشیش اکنون دوستان عزیزم اجازه بدهید از واقعی کوچکی که در دهکده ما رخ داده و برای محدوده تحت پوشش این کلیسا واجد اهمیت است سخن بگویم علا میلم اظهار نظر کسانی را که زیر لوای این کلیسا قرار دارند فاجعه ای که در جلوخان همین کلیسا رخ داده به گوشم رسید در صدای آنها در لحن و رنگ رخسارشان مشخص بود که برای این فاجعه اهمیت احساسی ویژه ای قائلند در این لحظه نانوا بی سر و صدا وارد می شود لباس یک شنبش را به تن دارد جایی نزدیک در ورودی می البته پاسخ من این است که نه. عزیزانم نه. این واقعه تأسف آور نباید ذهن شما را اشغال کند. ولی چون به نظر می رسد که تمام بره های من از آن مطلع شده اند ارزش مطرح کردن در اینجا را دارد آن هم نه از باب خالزنک بازی و بدگویی که می دانید خلق و خوی من نیست بلکه برای نتیجه گیری و درس گرفتن از آن زمانی که سرورم به من افتخار دادند و محدوده این کلیسا را در اختیارم قرار دادند متوجه شدم که در نماز بزرگ یک شنبه مؤمنین کمتری شرکت می کنند تا نماز صبحگاهی روزهای هفته من متعجب شدم تعجبی دردناک اما تعدادی از کسانی که نزد من اقرار به گناه و توبه می کنند گفتند علت نیامدنشان به نماز روز یک شنبه ممانعت شوهرشان است صبح یک شنبه اده ای جلو مکان مقدس جمع می شوند و تیل بازی می کنند بازی خاصی با تیل های فلزی به اندازه توپ تنیس که در فرانسه مرسوم است پس ممکن است شوهران آنها در آن جمع بود آنها را ببینند حالان که در روزهای هفته این میشهای ترسان میتوانند در خفا به کلیسا بیایند و خود را در پناه چوپان خوبشان قرار دهند. امروز عزیزانمان به نشانه و درسی که بازگو میکنم توجه بفرمایید. این زنی که فرار کرد، زنی که شوهر وفادار و زحمتکش را رها کرد. شوهری که همه ما برای او احترامی عمیق در دل داریم. این زنی که چند روزی در این دهکده بود این زن حتی یک بار هم برای نماز به کلیسا نیامد امیدوار باشیم که خداوند با مهر همیشگیش انزجاری از گناهی که کرده در دل او بیندازد و باقی روزهای عمر افسوس ارتکاب گناهش را بخورد باشد که با اقرار و توبه و عبادت آلودگی گناه را از خود بزداید. نانوا با اشتیاق به سخنان کشیش گوش می کند و هر از گاهی به نشانه تأیید سرش را تکان می دهد. اما درس با ارزش این واقعه را نباید از دست بدهیم. شوهران مستبد، شوهران لامذهب، شوهران نابینا اینجا حضور ندارند. ولی سخنان من به گوش شما خواهد رسید این فاجعه باید برای شما درسی باشد بدانید که هر زنی به چوپانی نیاز دارد اگر اجازه ندهید این برهای ضعیف نزد چوپان روح پناه گیرند آنها با چوپان گوسفندان خواهند گریخت چوپانی کافر به خدای بزرگ چوپانی که قلب میشهای بیگناه را میدرد اگر حداقل این راهزن خیانتکار وظیفه شما را به شما تفهیم کرده پس این فاجعه نفع و فایده بزرگی برای منطقه تحت پوشش این کلیسا داشته است این حرفا دیگر مورد تایید نانوانیست. است درست برعکس چشمان او از شدت تعجب فراغ شده است ما همه باید به خاطر این حادثه خوشحال باشیم و خدا را شکر کنیم که این هشدار سود را به ما داده است. نانوا دلزده کلاهش را روی سر می گذارد و خارج می شود. از میان گروه تیل عبور می کند. در مسیر رفتن به سالن اجتماع به پاپه بر می خورد که لباس یک برتن دارد. پاپه او را صدا می زند. پاپه؟ راستی نانوا؟ امروز صبح توی باغ ازم پرسیدی که زن تو رو دیدم؟ نانوا آره آره دیدیش؟ پاپه نه زن تو رو نمیشناسم تا حالا ندیدمش اما خواهر تو دیدم نانوا رسده تو خواهر منو دیدی؟ پاپه آره اون خوشگله رو اونی که نون میفروشه من دیدمش اما نه توی با امروز صبح طرفای ساعت چهار و نیم درست از همینجا که الان هستم رد میشدم راستش اینجا رو که دیدم یادم اومد اون چوپان مارکی فامیلتونه نانوا مپود میترسم که باشه پاپه چون خواهرت اونجا بود با اون روی یه اسب و همدیگر رو خیلی محکم باش میکردن من با خودم گفتم با هم فامیلم و خیلی وقت همدیگر رو ندیدن یا اینکه شاید فامیل نیستن و با هم دوستن این بود که سعی کردم صدا نکنم تو میدونستی خواهرت باهاش دوسته؟ نانوا برف روخته این چیزا دیگه این روزه طبیعیه پاپه آره میفهمم طبیعیه میدونی این چیزا تو جوونی لذت بخشه تا آزارشون هم به کسی نمیرسه نانوا بیان که چیزی بگوید به راه خود ادامه میدهد پاپه مثل اینکه زیاد حرف زدم خب بعضی یا رو خواهرش و غیرتی هم جلو سالن اجتماعات خلوت است نانوا از راه میرسد و مینشیند روی میز میکوبد و دختر جوانی از سالن بیرون میآید نانوا یه بوت پرنود دخترک یه گیلاس پرنود میخواین نانوا نه نا. یه بطر دخترک یه نیم بطر نانوا با خش نه یه بطر یه لیتری و یه آب پاش آب تصفیه شده یه آب پاش میفهمی بس خوردم دخترک نگران و متحیر به سالن باز میگردد داخل سالن هنوز آنتونی بارنابه کازیمیر پتوک و میفر نشستن هرمینه کوچک دخترک داخل میشود هرمینه نانوا بیرون جلو سالن نشسته حالش عجیب غریبه یه لیت پرنود میخواد و یه آب پاش آب کازمیر یه آب پاش؟ چی رو میخواد آب بده؟ هرمینه میخواد پرنود رو آب بده بارنابه بیاید بریم باش حرف بزنیم آنتونین با شفقت بریم نذاریم زیاد معص کنه از جو بر و خارج میشوند جلو سالن اجتماع جمع گفته شده بیرون میآیند نانوا حتی سر بلند نمی کند. او در حال پیچیدن سیگار است. بارنابه، ای نونوا، با. اینطور که به نظر میاد تشنه ای. کازیمیر، یه بوت یه لیتری به با نکشته. نا نانوا با آرامی. نه تشنه که نیستم، نه واقعا تشنه نیستم. فقط به همه این ماجرا که فکر می کنم میدونی همینالا پاپر رو دیدم. اون امروز صبح زن منو رو که با چوپان میرفته این پاپو چه حواس درستابی نداره ولی خب این دیگه سومین شاهده. آدم میخواد معقول باشه و اعتماد کنه محازا یه فکرایی به ذهن آدم میاد او دستی به پیشانی میکشد میدونی همه اینو این تو میشرخه و به خودم گفتم میرم یه مشروب حسابی میخورم که از دمقی در بیان. بالاخره بهتر از اینه که آدم خودشو تو آب خفه کنه آنتونین حق داری نونو با. بزن یه پک بزن راحتت میکنه هرمین یه لیتر واسش بیار بعد ما میبریمش خونه نانوا امروز دوبار واسه نماز رفتم بار دوم کشیش درباره زن من حرف زد معصیت کار هرزه هشدار الهی یعنی این قربانی شده که دیگرون درس بگیرن و پاک بمونن به نظر اون میاد که اتفاق خوبی افتاده میگه درس خوبی واسه مردای ده کرده آنتونی آه بابا این کشیش خوله من از همون روز اول فهمیدم و گفتم که این خوله کازمیر واقعیت شینی که آدم زنش رو از دست بده و بدونه که اون بدبختتر نشده ته دل آدم رو گرد میکنه نانوا اون میگه این باعث میشه شوهر دیگه به فکر بیفتن من از خودم میپرسم آخه خدای من منی که این بلا سرم اومد تو فکر نرفتم که هیچی باعث شد اصلا نتونم فکر کنم او لاجور اولین پیک پرنوت را بالا میاندازد به سلامتی میفر خوشحال با چوب قلاب ماهیگیریش از سالن اجتماعات بیرون میآید. میفر؟ سلام نونوا. نانوا؟ سلام میفر. میفر؟ خب نونوا زن جلبم که شدی؟ نانوا؟ من؟ نه بابا. این کلمه این مسخره واسه کسی که پولدار باشه. من تا زگ حکایت درست باشه بدبختم نه زنجلب اینا با هم یکی نیستن. حالیته؟ لیوان پر پیمان دیگری را سر می کشد. به سلامتی تو میفر. کازمیر به حالت دلداری سخت نگیر دو سه روزه پیداشون میشه انتونی خب مجبورم وقتی پول نباشه چه غلطی میخوام بکنن میت با کیسه توری خریدش نزدیک میشود میت رسی اماب نون چه ساعتی حاضر میشه نانوا متعجب نون چه نونی میت نون ما نونی که واسمون میپذی نانوا آه نون هیچ وقت کازمیر تنور دومو درست نکردی نانوا خیلی راحت نه آنتونی بابا بند خود جون وسش نمونده نانوا جون میتونم داشته باشم ولی دیگه دلم نمیخواد کازمیر امروز بعد از ظهر میپذی نانوا نه بعد از ظهر نه فردا نه پس فردا و نه هیچ وقت من به عشق زنم نون میپختم همیشه اول همه نون اونو میپختم بعد مال دیگران رو تازه اونی که واسه دیگرا می پختن واسه نون به حساب نمی اومد. واسه خاطر پول بود. پولم باز واسه اون بود. ولیته اما حالا چون اون دیگه رفته خب دیگه نون نمیپزم میفر خب واسه خاطر زن تو ما باید بینون نون بمونیم. نانبا با آرامش میفر آدم نمیتونه هم زمان چند کار بکنه آدم نمیتونه هم زنجلب باشه هم نون سلامت سلامتی تو میفر او پی که دیگری سر می کشد. در انتهای میدان کسانی که در نماز بزرگ شرکت کردم در حال بیرون آمدن از کلیسا هستند.